حدود 30 سال از نخستین باری که عنوان طرح بهسازی مسکن روستایی و ادبیات رسمی دولت و مصوبات دایره ردیف و اعتبار وارد شد می‌گذرد. اما این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر نه تنها برای سال‌های متمادی اجرا نشد، بلکه پس از 3 دهه و در آستانه اجرا دچار تغییر ماهیت شد و از همه بخش‌های آن فقط اعطای وام مسکن به روستاییان باقی ماند. وامی که طبق نخستین مصوبه در سال پایانی دولت 12 تا مبلغ 100 میلیون و در سال 1401 و دولت 13 تا مبلغ 200 میلیون تومان مصوب، اما اعطای آن خیلی زود متوقف شد. شهریور امسال دولت با پرداخت وام 200 میلیون تومانی موافقت کرد و در اقدامی دیگر اعلام کرد دریافت کنندگان وام 100 میلیون تومانی می توانند نسبت به دریافت وام متمم به مبلغ 100 میلیون تومان اقدام کنند. با وجود این اعلام‌های مکرر و تبلیغات زیاد دولت، اما کمتر از 1 ماه بعد اعطای وام‌های جدید هم متوقف شد. مسئله‌ای که بلافاصله نمایندگان در مجلس شورای اسلامی آن را به صحن مجلس کشاندند. برخی نمایندگان مجلس معتقدند اعداد تعیین شده برای وام نه تنها دردی از روستاییان را دوا نمی‌کنند، بلکه بانک‌های تعیین شده به عنوان بانک عامل نیز می‌گویند توان پرداخت و تأمین تقاضای وام را ندارند. انتقادی که به نظر می‌رسد خود بنیاد مسکن نیز آن را پذیرفته است. معاون بازسازی بنیاد مسکن اما از پرداخت تسهیلات 200 میلیونی مسکن روستایی به زودی و با تشکیل صندوق مسکن و صدور ضمانت‌نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه خبر می‌دهد که این موضوع میتواند آغازی دوباره برای پایان‌های نافرجام این طرح باشد. حالا باید دید که پرداخت این تسهیلات تا کی میتواند دوام پیدا کند. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.